بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه، أشرف الأنبياء والمرسلين، وقائد المجاهدين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. جاءت مآب جناب معاون صاحب دانش معاون صاحب دوم ریاست جمهوری افغانستان، جاءت مآب جناب محقق صاحب رهبر حزب وحدت مردم افغانستان. ما به اجازه هر دو بزرگوار که میزبانای اصلی از این محفل خجسته هستین، از سایر برادران حضور میخوایم. البته جارت مآب رئیس به مجلس سنا را هم نامشان را ذکر میکنم که هرچی تشریف ندارن. به این که ما هم ریش سفید شدیم، ما در پالی جناب از لست مرحوم جوان معلوم میشدم، عمر به جای رسیده کسی از لست نمانه و خدا خواسته بزرگواری از ما آزرده نشه. به همه بزرگوارا از احترام دارم، به همه حاضرین محترم، به همشیره های گرامی، به جوانان عزیز، به همه السلام علیکم و رحمت الله و برکات. امی که امروز 26 سال از شهادت شهید وحدت ملی جناب مزاری صاحب مگذره و هنوزم با جوش و خروش، هم برای تعزیت و هم برای قدردانی از مواقف و مواضع ایشان گرد هم جمع میشیم. همی خود گواه از این است که افکار ایشان، نظریات ایشان، مبارزات ایشان ماندگار است. در سه بعد از نظر من برجستگی خاص جنابشان در پالی ابعاد دیگر داشتند. یکی بعد وحدت بود که الحمدلله امو لقب یا تایتلی که با مسامابهی مناسبت بسیار خوب دارد، شهید وحدت ملی، برشان داده شد. دیگر موضوع عدالت است. سخنرانان محترم قبلی، چه جناب دانش صاحب و محقق صاحب، رئیس به سنا، پیام جنرال صاحب، مارشال صاحب، دوستم، جناب قانونی صاحب، به این نقاط اشاره کردند. موضوع دوم موضوع عدالت است. در عدالت خواهی واقعا کارهایی کردند که یک الگو بودن و یک الگو از نظریاتشان. موضوعشون موضوع صلح است. چنانچه قبلا گفته آمد که در شدت جنگ اینا به صلح می اندیشیدن. در بخش وحدت اونا موفق شدند که 6 یا 7 یا 8 تنظیم جهادی را که در ایران مستقر بودن و در داخل افغانستان به جهاد و پیکار علیه قوای اشغالگر شوروی و یک نظام الحادی کمونیستی مبارزه می کردن یک دست بسازند. و این موفقیت بسیار کلان بود. در بخش عدالت خواهی و ای که با مردم بودن، خود از مردم بالاتر نمی دانستن. ما چند بار به خدمتشان رسیدم. در می مجتمع علوم اجتماعی بودم، اونجا تشریف داشتن. ما یک سال بعد از یک جناب از دست قدرت تسلیم کردن و دوره 2 ماهه طلاییشان که آرامش و فراوانی و امن به افغانستان آمد پایان یافت. من اینجا بودم در یک سال دیگه، دیدم در افغانستان چی گذشت. من خدمتشان چند بار رسیدم، پیامای جناب از دست برشان میرساندم. به حالت بسیار فقیرانه با مردم خود بودن. یک وقتی که هوا سرد بود، آنقدر اتاقشان سرد بود که من که میرفتم مرا خنک میگیرم. هیچ امتیاز به خود قائل نبودن. این صدای عدالت خواهیشان را جناب حضرت به نگاه بسیار قدر می دیدن.
و از حق خود ارادیت مردم افغانستان سخت دفاع می کردن. به هیچ قدرت و قوت و استخبارات خارجی موقع نمی آدن که این حق خود ارادیت مردم افغانستان نادیده بگیرن. جناب حضرت به مزاری صاحب بمی خاطر زیاد عرج می گذاشتن و جناب مزاری صاحب شهید هم با حضرت صاحب ارتباط بسیار تنگاتنگ داشتن. یه چند بار می گفتن که جناب حضرت مجددی رهبر سیاسی ما است. ما به ارتباط حق عدالت خواهیشان این را باید بگویم که طوری که جناب قانونی صاحب اشاره کردن توانستند که موقف ملت یا ملیت با عزت ازاره را در افغانستان طوری که ما حق او است تثبیت کنند و خدای اجر برایشان بدن. به ارتباط ما باید را عرض کنم که جناب حضرت صاحب با درک امی اندیشه بود که از حقوق امی تنظیم های جهادی که در ایران از مرکز در ایران بود و تنظیم های جهادی بیشتر اهل سنت که در داخل پاکستان بود و البته در تنظیم حضرت صاحب از هر دو اما ملیت ها و از هر دو مذاهب تشیع و تسنن موجود بودن و هستند، چنانچه فعلا ما در شورای عالی ما، در شورای رهبری ما، در شورای اجرایی ما از هر دو مذهب تشریف دارند. در شورای رهبری ما تنها پنج نفر است، یکی از پنج نفر یکی از برادرای معزز اهل تشیع ما از قوم هزاره هستند. این توافق فکری بین هر دو شخصیت اینا را به هم بسیار نزدیک ساخته بود. من به خاطر دارم در یادبود یا سالروز مرحوم استاد قبران علی عرفانی صاحب معاون صاحب دوم یادآوری کردن که در مجلس شورای اهل حق در راولپندی که حکومت موقت یا حکومت در خارج از کشور مجاهدین ایجاد شد و جناب حضرت صاحب در رأس قرار گرفتن، از حقوق تنظیم‌های جهادی برادران و همشهری اهل تشیع ما در ایران مستقر بودند اغماز می‌شد. این گله‌شان کلاً به جای است. ما در اون مجلس متأسفانه فرصت سخنرانی نیافتم که من قدر می‌گفتم که ولی حضرت با قاطعیت بر دفاع از حقوق برادران اهل تشیع استاد شدند. حتی او جلسه راولپندی را برای دو هفته ترک کردند و پاکستان تایمز جریده رسمی پاکستان نوشت که مجددی چند قبل به ایران رفته بود به مذهب اهل تشیع گراییده به خاطر از برادران اهل تشیع حمایت میکنه. از دست با تبسم گفتند که برای اینکه من از حقوق برادران و همشهرای اهل تشیع حمایت کنم مجبور نیستم به مذهب تشیع بگرایم و اگر اونا از حقوق ما حمایت کنند مجبور نیستن مذهب تسنن بپذیرند. هر دو مذهب معتبر و محترم است، ما با هم برادر هستیم. در بخش صلح، کسی که در شدت جنگ به صلح بیندیشه او واقعا قلبا طرفدار صلح است و مزاری صاحب از اون شخصیت ها بودن. ایشان هر مجال و فرصتی را که برای صلح میسر میشد او را میپذیرفتن، نایده نمیگرفتن. ما یک سال بعد از دوره جناب ریاست دولت جناب حضرت صاحب و دوره ریاست جمهوری شهید صلح استاد الدین ربانی شهید در کابل بودم، نظریات صلح‌خانه از اونا را به جناب حضرت و حضرت مرجعاتشان به مزار صاحب میرساندیم. امروز هم صلح و هم وحدت دو پدیده ای است که از هر وقت بیشتر ما به این نیاز داریم. ما از هر وقت بیشتر به وحدت نیاز داریم. اگر ما متحد باشیم و کارانای کشور، شخصیت‌های جهادی، سیاسی و ملی با هم یک زبان باشیم، با ضرور نیست که ما منتظر بن دوم باشیم یا منتظر یک مجلس دیگه باشیم بر ما کشورهای بین‌المللی را برگزار کنند و در اونجا تصمیم بگیرند. ما از این استیج عرض میکنم بله حاز خدا کلانهای کشور با هم متحد شویم، بله حاز خدا یک نظر شویم تا سرنوشت این ملت با شهامت را که در یک قرن دو ابر قدرت بزانو آورد، ابر قدرت بریتانیا را به زانو آورد و جهان را از سرش نجات داد و ابر قدرت غاصب و
خونخور شوروی را به زانو در آورد، جمهوریت ها آزاد شدند، دنیا را آزاد ساخت. این ملت با شهامت شایسته از این نیست سرنوشت دیگرها تعیین کنند. سرنوشت ما را باید خود ما قلم بزنیم. او در صورت میشه که ما آرزوی مزاری شهید را که وحدت است تأمین کنیم و عدالت را در نظر داشته باشیم، که هم با وحدت سرنوشت خود تعیین کنیم و هم عدالت صلح باشه که عادلانه باشه. من زیاد سخنرانی نمی کنم، برادران هم شورا خسته شدن، و درباره صلح نظر حزب جبهه ملی نجات افغانستان را می خواهم به شما بار دیگه عرض کنم. از شروع مذاکرات، بلکه قبل از این مذاکرات شروع شده، ما در هر مصاحبه خود را گفتیم، با بزرگان مطرح کردیم که یک گروه سوم باید ایجاد شود. گروه سوم نه که بدیل هیئت مذاکره کننده باشه یا بدیل هیئت مذاکره کننده طالبا باشه یا از دولت. گروه سومی که از شخصیت های معتبر و قابل اعتماد ملت باشه، که ملت به او اعتماد کنند، و به طرفینی که در حالت معرکه هستند، دولت و طالبا در حالت جنگ هستند، اینا با خود صلح کردن نمیتونن. ایجاد شوه که هم بالای از دو طرف فشار بیاره و هم از پروسه صلح حمایت بکنه، و هم ار وقتی که اینا با یک بنبست مواجه میشن این میانجیگری بکنن. تعامل دنیا و خصوصا تعامل افغان ها همی بوده، دو کسی که با هم یا دو گروهی که با هم جنجال داشتن، یک گروه میانجی آمده موضوع را حل کرده. این مذاکرات دوام میکرد، یک گروه سوم موجود می بود، و الحمدلله که امروز جناب قانونی صاحب این موضوع را با قاطعیت بهش نظر دادن و به این نظر هستن. ما این نظر از قبل گفته بودیم، در هر مصاحبه گفتیم اگر این کار میشد توافق بر سر طرز عمل تنها مجلس مذاکرات و بیشتر از 90 روز به طول نمی انجامید. و حالا که قرار است یا بگویم تا اندازه شروع شده مذاکرات اصلی سر اصل مسائل، کارها خیلی دشوارتر است. این گروه سوم باید که از ملت نمایندگی وسیع بکنه، هم طرف قبول برای جمهوری اسلامی افغانستان و دولتی که با طالبا جنگ داره باشه، هم طرف قبول طالبا باشه. این گروه میتونه در مساله بسیار مؤثر واقع شوه و واقعا از ملت نمایندگی بکنه و استول ان شاء الله به نتیجه برسونه. این پیشنهاد ما بوده. موضوع دیگری که ما همیشه گفتیم، بازم میگیم، کلمه امارت در هیچ اداره آینده کشور مردم افغانستان قبول نمیکنن و جمهوریت اسلامی هم قبول نداره. امارت ما به طالبان بارها پیام کردیم، کدام امارت؟ امارت صدر اسلام که او دیگه گپ بود. امروز ما مثال از امارت اسلامی بر هیچ نظام دنیای جهان اسلام نمیبینیم، و مثال که شما طالبای عزیز ماندین مثال قابل قبول نیست. اشتباهات بزرگ شما کردین و جمهوریت اونا نمیپذیرن، طالبان به این صورت نمیپذیرن. پیشنهاد ما این بوده که شما نام را تغییر بدین، اشکال نداره، بگیم دولت اسلامی افغانستان، مادامی که در صورت این کار شما که قانون اساسی کشور ما، این قانون اساسی که تحت نظر اشراف جناب حضرت صاحب و به اشتراک و نظر علمای جید افغانستان، قانوندانان بسیار محترم افغانستان ایجاد شده، مثال از این قانون در هیچ جهان اسلام ما نداره. بهترین قانون اساسی جهان اسلام است. این اساس ملاق قرار بگیره، هویت یک نظام را قانون اساسیش تمثیل میکنه. مادامی که این اساس ملاق قرار بگیره، باز برای بحث روی تغییر و تعدیل از این میشه بحث کنیم. قانون بشری است، مواداتش ممکن تغییر بخوره. علمای دو طرف بیشتر از نظر اسلام بحث کنن کدام مواد میخوان تعدیل و تغییر بدن. در اون صورت هم هویت جمهوریت دموکراسی و جمهوریت ما باقی میمونه، و هم یک قانون اساسی که بهترین قانون است ممکن با کمک تعدیل مورد پذیرش قرار بگیره. به هر صورت میدونم همه خسته شدن. ما با قدردانی از همه شخصیت هایی که در رأس معاون صاحب دوم و جناب محقق صاحب که مجلس تدبیر کردند برای یادبود از شخصیت بسیار بزرگ ملی، جهادی و دینی ما، شما جناب مزاری صاحب در مسائل دین هم یک عالم فقیه بودند واقعا، چنانچه محقق صاحب تحصیلاتشان اشاره کردند. این یادبود ضرور است، این اندیشه ها باید زنده بمانه، و الحمدلله که اندیشه ها زنده هست و شخصیت های ما شما که امروز با ما نیستن، ما از اونا باید قدردانی کنیم. ولی مهمتر از همه، بزرگای کشور باید یک دست و یک پارچه شوند، سرنوشت از ملت خود ما تعیین قلم بزنیم، باز دیگرها بیان از بیرون او را تایید کنند و تضمین کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.